آیا وقت آن نرسیده که چند نفر از کارمندان رو اخراج کنم؟ شرکت رو ببینید، 2,649,000 دلار. آخه درسته، من کسی بودم که توی شرکت 11 میلیون دلار داشتم. حالا میام چیکار میکنم؟ میام بعضی از کارمندام رو جابجا میکنم. بذار من اینجا برم کارمندام ببینم. کارمندام کجا هستید؟ اونایی که اینجا استخدام کردم، ایشون نفر اولی هستن، اشلی پری، از کشور آمریکا، 27 ساله هستن و تجربهشون 7 ساله، تجربه بالایی دارید واقعا. 67 از 100 نمره شونه و حقوقشون هم 11725 تا در ماه. من چقدر میفروشم که 11700 تا فقط بدم به شما؟ بذار ببینم کسی با مهارت شما، من اینجا دارم. بله ایشونو داریم که فقط 8200 تا میگیره در ماه و رتبهش بالاتر. ایشون خانم مرلین هستن، از آرژانتین، 30 ساله، 3 سال سابقه داره. سابقهش کمتره ولی خب کارش فکر کنم خفن‌تر باشه. بذارید من ایشونو اول اخراجشون میکنیم، ولی خب برایشون یه حقوق بازنشستگی دادن. در نظر این ماهانه یه چیزی بره داخل حسابشون تا بتونن یه شغل جدید واسه خودشون دست و پا کنن. برای شما آرزوی موفقیت داریم، دیسمیسو میزنیم و اوکی. شما حقوقت بالا میگیری. شما هم ببخشید دیگه، شما ریتینگش ببینید 28 از 100. من چطور شما رو استخدام کردم؟ شما هم حالا برید میگه که دیگه نمیتونی، این یکی هم آخری هم که نمیتونی، شرکت خالی میشه، آبرو میره. اوکی ایشون ببین، حقوقای زیر 10000 من قبول نمیکنم. خیلی زیاد بهت داشتم حقوق میدادم، ریتینگت پایین داداش. شما هم ریتینگتون خیلی پایین. من الان عملتون اینجا درست میکنم. سب کنیم، من الان میگم چیکار کنیم. و میام این طرف، ایشون 15000 تا، البته کارش خیلی خوبه، 95 از 100، 26 سالشه و 6 سال سابقه کار داره. شما باشید، ایشون 20000 تا میگیرن در ماه، 83 10000 تا 40. شما رو من اینجا دیسمیس میکنم. 40 نفر من توی لیستم دارم اومدن اینجا واسه ثبت نام. 40 نفر بذار ببینم کدومش از همه بهتره. شما که هیچی رد میشی. 17 ریتینگ بالا من میخوام. ریتینگ 98 رو داریم با حقوق 22000. ریتینگ بالاتر با حقوق کمتر چی؟ 88 رو داریم با 1800 تا هایر استخدام شدید. 88 داریم با حقوق 14000. حالا 14000 باید میشه جوری قبولش کرد؟ آها میگه برید سراغ مدلای دیگه. شما اینا رو که دارید اوکی، استخدام شید. یه نفر دیگه هم میخوام با ریتینگ بالا، حقوقت هم که عالی متعالی. فعلا شرکت بیشتر از این جا نداره واسهتون. حالا در این قسمت بذارید من این قسمتم اوکیش کنم. ببینیم حالا با این کارمندای جدیدی که داریم، شرکت کیکسیتاتور به چه مرتبه‌ای میتونه برسه. اما بیام اول فروشگاهمو بیشتر کنم. از این قسمت، این که کلا شرکت خود کیکسیتاتور نمایندگی اصلی هست، ببینم فروشگاهم کجاست. من در کجا فروشگاه دارم دقیقاً؟ فروشگاه ندارم. یعنی فروشگاهم ورشکست شده، من فروشگاه داشتم. یه فروشگاه جدید میخوام ایجاد کنم. در کجا؟ در برزیل. 591000 تا بدیم یه فروشگاه تو برزیل بزنیم. فروشگاه الان تو برزیل هم ما داریم. اوکیه. یه فروشگاه دیگه هم من اینجا احداث کنم. بذارید باز بریم کلا اون سمت ها، بریم مثلا سمت ژاپن. در ژاپن هم من یه فروشگاه بزنم. بیشتر از این فروشگاه نمیزنم چون بودجم خیلی زیاد نیست. این بازی کلا بازی سرمایه‌داریه. اگه سرمایه تو حفظ نکنی میبازی و دیگه تو سرمایه‌دار نیستی پسر. پس حواست رو خوب جمع میکنی عزیزم. حالا میای در این قسمت برمیگردی و میخوایم ببینیم که الان چه محصولی رو تولید کنیم. پولمون هم خیلی زیاد نیست، 981000 دلار. اوکی به 1,000,000 رسید. من بیام یه محصول جدید تولید کنم. به نظر من الان وقتش رسیده که من بیام توی بازار چی؟ بیام توی بازار گوشی. بیام توی بازار گوشی. آقا یه گوشی خفن تولید میکنیم، Z12. گوشی اولی رو Z12 انتخاب میکنیم و اوکی کلن Z12. آها کلن Z12 میگیم و در دو نسخه، یکی نسخه پرچمدارش و یکی هم نسخه معمولی ترش. اوکی من فکر میکنم بذارید که یه تنظیمات خیلی خفن رو صفحه بدیم، یه طوری که واقعا مشتری پسند بشه. این دفعه اگه خراب کنیم ورشکست میشیم و این ویدئوی تاریخی خواهد بود از ورشکست شدن شرکت کیکسیتاتور. ولی من به این زودی ورشکست نمیشم. رنگ سفید همه پسند. بذار دیسپلی یا من کلا این عرض و ایناش رو واسهتون کم کنم. صفحه نمایش بیشتر در اختیار داشته باشید. و در این قسمت ای جانم، استایل کامرامون انتخاب میکنیم. جاشو من میارم اینجا، این دفعه برعکسش میکنم.
از این قسمت رزولوشن فوتو HD یا FHD فول HD درسته؟ FHD فول HD فول HD رو من انتخاب میکنم. از این قسمت بیاییم میذاریم که چند مگاپیکسل باشه، 16 مگاپیکسل، زوم 4 و F4.4 یا F3.8. F کدومش بهتره بچه ها؟ این F منظورش اون دریچه دیافراگمه یا یه چیز دیگه است، یعنی هرچی بیشتر بشه بهتره یا کمتر؟ حالا من بیشترش رو انتخاب میکنم، نمیدونم، البته هرچی میره جلوتر بهتر میشه، شاید کمتره بهتر باشه. از این قسمت میام فیلم برداری رو هم فولشتی انتخاب میکنم و از این قسمت 30 فریم بر ثانیه یه لوگو میخوایم براش انتخاب کنیم. لوگو اینطوری قشنگه، میگه اگه میخوای متنی هم بنویسی میتونی استفاده کنی. متن هم آره میذارم، Z12 اوکی. حالا متن رو میگه کجا میخوای بیاری، درسته؟ به من اجازه میدی جای متن رو عوض کنم دیگه؟ بله، Z12 و اینجا فقط خیلی کوچیکه، من الان بزرگترش میکنم. فونتش هم میتونیم تغییر بدیم به این شکل. و اما الان طراحی های اضافی، حالا میگه مثلا یه خطی اینجا ایجاد میکنیم، نه همون خطی که اونجا بود اوکی بود و نه فکر کنم خیلی بزرگ شد، الان دیگه مصرف کننده بدش میاد. کوچیک باشه عالیه جوری شما. و اما طراحی های دیگه بیشتر و خفن تر، اوف این گوشی ببینید چه میکنه بابا. و فینگرپرینت، بله با اثر انگوش باز بشه، کجا باشه، اینجا باشه یا اونجا، فکر میکنم اگه این بغل باشه خیلی بهتره. اوکی. و هنوز یه خورده دیگه میتونم تنظیمات روش اعمال کنم. پردازنده رو میذاریم کوالکام و پروسسور رفرش ریت برای صفحه، رفرش ریت میذاریم روی 1200. گرافیکش هم میذاریم، گرافیک کدومش از من قوی تره؟ خیلی مثل که این طرف زیاد با هم دیگه متقابل نیستن به جز اینا. 2 بذاریم، رم 2 خیلی پایینه و حافظه 128. خب این گوشی اصلا الان فروش نرفته بدونید. بسته بندی اختصاصی کیکسیتاتور، باز مشتری حال کنه با این بسته بندی. با بسته بندی ای جانم Z12، باور کنید خودم اولین خریدارشم. یه چیز اضافه هم میدیم از این ایرپادا و گارانتی 3 ماه هم در نظر میگیریم. حالا با این طراحی کارمندای عزیز بزنن ببینیم که چی میشه، قیمت رو میبریم بالا جون شما، میذاریم روی 291. خیلی هزینه و دستمون میذاره با این همه کار که انجام دادیم. و اوکی فعلا همینو اگه لطف کنید. نه میگه باز گوشی دو میشم بزنی به بازار عرضه بدی، برای اینا یه دونه. خب اینو میذاریم Z12 اولترا. حالا Z12 اولترا ببینید دیگه گوشی که پرچم داره، رو گوشی پرچم داره باز قابلیت‌های خفن‌تری نصب باشه دیگه. اوکی بذارید من صفحه و ایدار من ببینم جنرال باتن. حالا اون چیزایی که روی اون یکی بله ایجاد نکره بودیم اینجا ایجادش میکنیم به صورت سنسور. کلیده همینجا بمونه، این کلید، آها اینجایی که سیم کارت میخوره بالا بهتره، مواظب باشید سوزن رو فقط جای دیگه نزنید. حالا بیاییم به این قسمت، چون پرچمدار رنگش خورده خفنتر انتخاب میکنم. بذار ای جان پرچمدار یعنی این، پرچمدار یعنی این. HDR انتخابش میکنیم، برو بالاتر. OLED دیسپلی HD، نمایشگر HD. ای جان ببین میخوام چه چیزی اینجا واسه تون بذارم، یعنی همه باز بیاید فقط بخرید و حالش رو ببرید. بریم بخش دوربین. آقا این دو باشه فولشتی، کاش تنظیمات بیشتری به هم میدادی که من بتونم این پرچمداره رو خیلی خفنتر روش کار کنم، ولی اینو ندادی، هیچ اشکالی نداره. لوگو اینا هم تو پرچمدار همونطوریه، اما پردازنده بله اگزینوس رو انتخاب میکنی. اگزینوس اینو انتخابش کنی که شرکت سامسونگ معمولا استفاده میکنه. و در این قسمت ما میخوایم با سامسونگ رقابت کنیم دیگه. بولنگوار بذار، یه بولنگوار خفنی برات انتخاب کنم که اما جعبش جعبش هم باز بزرگتر باشه دیگه و خیلی خورده، یعنی چی بذار یه رنگ بنفش. ای جانم این یعنی یه گوشی پرچمدار، گارانتیش هم 3 ماهه. و حالا میره برای قیمت گذاری، قیمتش هم اینقدر انجام بدید. الان میره به بازار برای اولین بار، اولین گوشی که تولید میکنم که دو نسخه ازش میزنم، یکی نسخه اقتصادی و یکی نسخه پرچمدار. نسخه گرونترش داره طراحیش رو انجام میدن، یعنی بچه‌ها دارن طراحیش رو انجام میدن. اما طراحیش داره به پایان میرسه و بله مرحله بعد میرن به سراغ برنامه نویسی این تا گوشی. خب ببینید چون دو تا گوشی هست یکم زمان بیشتری رو میبره، ولی فکر میکنم که این دو تا گوشی میتونه شرکت کیکسیتاتور رو از ورشکستگی کامل نجات بده. نظر شما چی؟ به نظرتون گوشی خوبی میشه یا نه؟ وای ببینید چه اتفاقی افتاد.
متاسفانه به دلیل اینکه حقوق کارمندامو باز پرداخت میکردم و فقط چیزی در حدود 100,000 تا توی کمپانی داشتم، نمیدونم چرا بازی خبر بدو به شما بدم، کمپانی ورشکسته شد و این در حالی بود که من داشتم قله های ترقی یعنی پیشرفت و یکی پس از دیگری طی میکردم، میخواستم برسم به نوک قله که متاسفانه این قله ها همش رو دره و الان در ته دره هستم و همونطور که میبینید بازی به من دیگه گزینه کنتینیو رو نمایش نمیده، یعنی میگه شما اون شرکت کیکستارتر که داشتی پر زد رفت و شما میتونی بازی رو دوباره شروع کنی. واقعا این رسمشه.